سلام به همگی. این جلسه دوم خوندن اردابیرافنامه است از روی آوانویسی فیلیپ ژینیو، ترجمه خانم آموزگار. در مقایسه با قسمت اول من یه خورده بحثای خودمون رو کوتاه کردم. من بازخوردی که گرفتم از چند نفر از شنونده های جلسه اول این بود که بحثای خورده طولانیه، منم کوتاه کردم. چند تا نکته های مهم رو فقط نگه می‌داریم. این جلسه ادامه فصل 1 از بند 10 به بعد. بند 10 میگه که ترجمه خانم آموزگار تا اینکه مرحوم معادل هوفروهر انوشروان آذرباد مارسپندان زاده شد که بنابر نوشته دین کرد برای آزمایشی دینی بر سینه او روی گداخته ریختند. تا آن کزاد هوفرورد انوشگروان آدوربادی مهرسپندان که پدیش پساختی پدن کرد روی ویداختگ عبر ورخت. خب من باید سوال کنم دیگه. آره مارسپندان اصلا نمیشی... سوال نکنی باشه. پیش نمیره. باشه مارسپندان اسم خاص. خب اوکی. مارسپندان در واقع میشه پدر آدورباد. آها. نه اصلا مار اسپندان به مارش ربطی نداره؟ نه این احتمالا مهر اسپندان. آها. پدیش پساخت. یعنی چی؟ خود پساخت معنی آزمون میده. پساخت پد دن کرد. حالا پد دن کرد فکر میکنم اینجا بنابردین کرد معنی میده. آزمون بنابردین کرد. روی گداخته بر سینه این آذرباد مهر اسپندان ریختن. خب روی هم که روی فلز روی آره. ویداخته که هم گداخته آره. عبربر اوکی. خیلی کلمه هایی که الان با گو شروع میشن توی پهلوی با وی شروع میشن. ویداخت همون گداخته، اون گه آخر هم که صحبت کردیم دیگه ویداخته آره. که میشه گداخته. ببین توی ایران قدیم در واقع دو جور آزمایش دینی بوده، یکی ور گرم یکی ور سرد. ور سرد همون بوده که حالا گوگرد خورده طرف میدادن، اگه زنده جون سالم به در میبرد که نشون میداد خب این حالا بیگناهه. ور گرم هم همینه که اینجا داره میگه دیگه، روی میریختن روش اگه زنده موند. آره روی گداخته میریختن رو سینهش اگر که نمیدونم حالا دیگه چجوری نمیسوخن خب حالا واقعا این کار رو میکردن با این شایعه نیست. کلن توی قضاوت وقتی قضاوت بنبست میرسیده یه کار غیر ممکنی، نه لزومانم زرتشتی یا زمان قدیم یه کار غیر ممکنی از مدعی یا طلب چیز طلب میکردن که معمولا هم یه کاری که نوعا باش میمیری. بعد اگه چیز میشد اگه یارو زنده میمون یعنی راست گفته، مثل همون از آتش رد شدن سیاوش دیگه. مثلا تو متنای قدیمی هست، مثلا اگر که کتاب تریستان و ایزوتو خونده باشید که یه متن قرون وسطایی لاتینیه که حالا بعدا مثلا اون به فرانسه برش گردوندند و دکتر ناتل خانلری برگردوند به فارسی. اونجا یه صحنه داره که یه همچین آزمایش وری برای حالا راستی آزمایی یکی که گناهکار شناخته شده یا حد زده میشه که گناهکار که البته هم هست واقعا انجام میدن. یعنی میخوام بگم که اونجا هم توی متون لاتین قرون وسطایی هم هستش این آزمایش اینی. آره آقای حدادی هم سوالی داشتن فکر کنم. هیچی، فقط این نکته رو میخواستم بگم که همچنان توی مصر اگر اشتباه نکنم بین بادیه نشینانشون برای اثبات بیگناهی باید آهن گداخته رو لیس بزنن. ای بابا هستن. یازده. و قضاوت و داوری های چندی با کسانی که کیشها و باورهای دیگری داشتند انجام گرفت و این دین در آشوب و مردمان در گمان یعنی در شک بودند. او چند دادستان او دادوری ابا جد کشان او جد وریشنان بکرد او اندن اندر شبیشن او مردمان اندر گمان بودند. ورویشنان یعنی کسانی که گرویدند، جد ورویشنان یعنی کسانی که
به چیز دیگه ای گرویدن. فکر میکنم همه رو داشتیم قبلا، شبیشن رو نداشتیم. آه شبیشن چی؟ شبیشن باید آشوب معنی بده. آره ولی چجوری؟ اینجا گفته دیگه دکتر آموزگار گفته شبش باید خان که از خشبعیب می آید. آره 25 همه آشوبه شبش. خب این بنده خدا آذرباد مانسپندان به دنیا اومد، ایمانش هم آزموده شد با روی ریختن رو سینهش، بعد اومد با انحرافی هم چند تا دادستان و داوری برگزار کرد، ولی هنوز دین در شبشن و مردم در شک و تردید بودن. بود هند اد پس موغ مردان اد دست ورانی دین ایدن انی بود هند. انی فکر کنم نداشتیم بقیهش. موقع مقمردان دست برانی انی مثل انیران مثلا فکر نمی کنم. انیران نون رو توی انیران میانهشته برای اینکه نمیشه. آره واسه که تلفظ شه، واسه که خوب تلفظ شه. آره. ولی انی به تنهایی خودش یعنی دیگری، حالا ریشش از چیه نمیدونم. از این جهت برخی اندوهمند و پرغم بودند، برخی البته توی قلابه. از آن مر اندوهمند و پرپیم بود هند. پیم یعنی غم. اندوه اومند هم میشه اندوهمند دیگه، ما اوشو الان تو فارسی نمیگیم. مر چی؟ مر امروزه نداریم ها. مر از اون روی از آن مر. آره آها. کلمه پهلوی آمار هست ولی تو فارسی شاید فرهنگستان احیاش کرده. درست میگم؟ اوستایی هم هست دیگه. ریشه مر دو تا معنی داره، یه به معنی به یاد آوردن اگه اشتباه نکنم، یکی هم به معنی همون شمردن. آمار هم از این اومده، شمردن هم از همین اومده. 14 میگه که و آنها در درگاه آتشکده فربی به فربی پیروزگر خواستار انجمن شدند. اوشان پدری پیروزگر آدوری فربی هنجمن خواست خواست. ببخشید من چیز باید آتشکده فربی باشه، من فربی خوندم. آره. و بسیار گونه سخنها و اندیشه ها در این باره بود که باید چاره خواهیم و کسی از ما برود و از مینوان آگاهی آورد تا مردمانی که در این جهان هستند بدانند که این یسنا درون و آفرینگان و نیرنگ و پادیاب و یوژداهری که ما به جای می آوریم به ایزدان رسد یا به دیوان و به فریاد روان ما رسد یا نه. اد وس اوینک سخوان اد اسکار ابر ان بود کمن چارگ آورد کمن چارگ خواستن اباید تامان کس او شود. اد از منوگان آگاهی آورد کو مردمانی اندر ان آوام هند بدانند کو ان یزشن اد درون اد آفرینگان اد نیرنگ اد پدیابی اد یوژدهریهی اما پد کردک آورم او آورم آورم او یزدان رسد ایاب او دیوان اد فریاد دی روانی اما رسد عیاب نه. خیلی نفسگیر بود. نباشی. فلان چیز عیاب فلان چیز، اون عیابش که همون یای دیگه. خب بعد اینا ایوناگ یعنی چی؟ کجا داشتی؟ بس اما اولش اود بس ایوناگ سخوان چیز داشتیم دیگه یعنی گونه. آها وس ایوناگ سخوان، سخوان همون سخنه. آها بسیار گوناگون سخن. حالا اوسکار من نمیدونستم چیه. اوسکار چیه؟ اندیشه است؟ اوسکار رو منم نمیدونم. باید چاپ میدونم سخن اینجا گذاشته
اندیشه یعنی با سخن اندیشه گذاشته. نمیدونم منم نمیدونم اوسکار چیه. اینجا اوسکار رو سگالیدن، فکر کردن، اندیشیدن، بحث کردن. میخوره به مطلب دیگه. دکتر آموزگار گذاشته اندیشه، همونه دیگه، یعنی سخن و گفتگو و بحث و اندیشه بود. اوسکار ابر این بود کومان چراک خواستن عباید ثابت، یعنی چی؟ ببخشید چراک نیست، اون چارگه. چارگ میشه چی؟ میشه همون چاره. کومان که ما را چاره عباید خواستن، عباید یعنی عباید هم همون باید دیگه، باید خواستن. باید چاره بخواهیم. خب تامان کس ایو، اون کس، اون ای که بعد کسی، یعنی یکی، یه نفر، یکی از ما، یه تقریبا همون یه نکره که الان داریم دیگه. آره. تامان کسی یعنی تا کسی از ما شود، یعنی برابر شود. دقیقا. منوگان یعنی چی؟ همون چیزای مینوی دیگه، منوگ همون مینوی الان، یعنی مثلا چیز غیر مادی. آره دقیقا، از چیز آنجهانی، از هیونز. آره. آگاهی آورد. خب آره که چی؟ کو مردمانی اندر این آوام هند. خب یعنی چی آوام؟ اندرانی که در این آوام هند بدانند تو این، آها، در این مردمانی که در این دوران هستند بدانند که این یسنین بلا 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 پنجه تو وعده. آره اون اونایی که اد بینشون میاد، ببینیم به ترتیب ایناست دیگه. میگه که یسنا، درون، آفرینگان، نیرنگ، پادیاب، یوژداهری، که چیزی انواع اقسام اعمال مختلفه، درست میگم؟ انواع اقسام کنش مشخصه. آره یعنی چی؟ من کلمه‌شو شنیدم ولی دقیقا معنیش نمیدونم. یکی از اعمال مذهبیه یزش دیگه. آره دیگه، یسناخانیه دیگه، یعنی اون بخشی از اوستا که یسناها توش هست. به مراسم خوندنش میگن یزش. بله. اوکی. درونم یه چیزه، درونم بازم یه دونه از این مراسم مذهبیه که نمیدونم موقع خوردن هم میخوننشو. نه مراسم مذهبی خیرات نانه. آره نمیدونم میخورن، حرف نمیزنن یا حرف میزنن میخورن، یه همچین چیزیه. بخور آفرینگان هم که مال درگذشته، یعنی اون دعاهایی که برای درگذشت فرد میخونن. نیرنگ و پادیابی و اودیوج دهری، این هم همه مثلا اون آینهای تهارته که خیلی پیچیده است، که میگه همه اینایی که ما الان داریم انجام میدیم اصلا نمیدونیم به خدا میرسه نمیرسه، به دیوان میرسه، به داد روان ما خواهد رسید نخواهد رسید. آره. یعنی پرسش های اساسیشون این بوده که مثلا این همه ما داریم زحمت میکشیم به کی داره میرسه این دقیقا میگه این اثری یزش و فلان و فلان، این شیشتا کار دینی که ما میکنیم، که اما پد کردگ آوریم. کردگ کرده یعنی عمل. خب ما به عمل آوریم، به کار آوریم. ما انجام میدیم. او یعنی مثلا به به یزدان رسد، عیاب او دیوان به خدا میرسه یا به دیوان. و آیا به فریاد روان ما رسد؟ عیاب نه این سوالیه که هنوز هم مطرحه. پس با موافقت دستوران دین همه مردم را به در آتشکده فربی فرا خواندند. اوشان پس پد هم دادیستانی از دین دستوران، هماد مردم او دری آدور فربعی خواند هند. مشخصه دیگه، اون همدادستانی یعنی همداستانی. آها آها. که ترجمه کرده موافقت. خب
میگه اوشان پس پد همدادستانی از دین دست وران دستوران دینی همه مردم همه مردم رو در اون آتشکده به اون آتشکده خواندند خواندند جلوی در اون آتشکده به سوی در اون آتشکده درشو من ندیدم کجاست دری ادری آه ادری آره درسته آره درسته ببخشید از میان همه آنها هفت مرد جدا کردند که نسبت به ایزدان و دین بیگمانتر بودند. اوشان از هموین جدا کرد هفت مرد که پد یزدان، ادن، ابگمانتر بود هند. اوشان از هموین، هموین یعنی همگان دیگه درست میگم؟ از هموین جدا کرد از کل جمع جدا کرد هفت مرد چه هفت مردی؟ اون هفت مردی که به یزدان و دین بیگمانتر بودن ابه گمان آره ابه یعنی همون بی گمانم هم که گمانه درم که تره بیگمانتر بودند و اندیشه و گفتار و کردار ایشان آراسته تر و درست تر بود و گفتند که شما خود بنشینید و از میان خود یکی را برگزینید که برای این کار بهتر و بیگناهتر و خوشنامتر باشد. اوشان خوش منیش اد گویش اد کنیش بیراس تکتر اد رارونتر اد گفت کو اشما خوشی ها به نیشیند اد از اشما اک اف یک اف که پد انکار و اد اوینا تر اد حسروف تر بویزیند. خب اینو الان اون فعل آخرش ویزیند الان باید چی شده دیگه. باشه دقیقا دقیقا بویزیند یعنی بگزینید خب قراره که این هفتا بشینن چیز انتخاب دو مرحله یه دیگه از کل هفت تا انتخاب کردن این هفت تا از بین خودشون یکی باید انتخاب کنن این هفت تا میگه که من حالا این پاراگراف بندیشو من اگه بودم این 18 رو از سر داخت یعنی اندیشه و گفتار و کردار ادامه بیگمان بودن به دین و ایزدان دیگه این میگه که اوشان خوش منیشت و گوشن و کنشن این کردار و گفتار و منش آره اون چیزای چینی که زرتشتیه اون ستاش آره. ایناشون ویراس تکدر و فرارونتر بود فرارونتر یعنی چی؟ فرارونتر فرارون رو ترجمه کرده درستر اون ویراس تگو که داشتیم دیگه ویراس یعنی چی؟ دیگه آره. پاکتر آره. فرارون هم چیز کرده درست اون خوش چیه کلمش الان؟ خوشی نه خیش واو خیش خویش می نویسیم خاطر این واوش خونده می شده دیگه میگه خودتون یعنی به خیشتن به خودشون چیز میکنه یعنی شما خودتون بنشینید شما خیشی ها نشینید این ای هایی که بعد خویشی هاست قید سازه درست میگم؟ آره یعنی به خیشتن خیش به خیشتن خیش بنشینید آره. آره. این کلمه چیزو ای ها پسوند قید سازه تو پهلوی زیادم هست خب بنشینید و از اشما ایک اف یه نفری که خلاصه کار درستر باشه بویزینید اون حسرو سب کن ابیناهتر یعنی چی؟ ویناه یعنی چی؟ گناه بیگناهتر این حسرو هم مثلا کلمش همون یکی تبدیل شده به خسرو آره. یه اسم یعنی خوشگفتار اوکی. یا خوش سرود نه خوشنام 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 آره
ببینم خوش رفتار مثلا خوش رفتار نمیشه؟ نه اون درش خوبشه. خسروتر مثلا خسروتر بگذینید. خسرو یعنی چی؟ یعنی خوشگردار گفتید؟ خوشنام درسته؟ نه آره دیگه از خسرو دیگه داستانش اینه که اون سرف به لحاظ ریشه ای همونی میشه که علی جان گفتن، یعنی خوش آواز. آها. ولی دیگه انقدر آمده رسیده به اینجا شده، یعنی تو دوران پهلوی تقریبا میشه چیزی که مینا جون گفتن و الان امروز دیگه خسروی یعنی پادشاهی بودن، پادشاه بودن. بله الان که بعده پس آن هفت مرد نشستند و از میان هفتن سه تن و از میان سه تن یک تن ویرازنام برگزیدند و نام او را وحشاپور هم گویند. اود پس اوشان هفت مرد به نیشست هند اود از هفت سه اود از سه اک ویرازنام به بویزید اود است که وحشاپور نام گوبند. خب روشنه برای همه؟ از هفته سه تا و از هفته سه تا رستن سه تا به یکی رستن که اسمش ویراز بود. آره میگه اون اوشان هفت مرد آن ایشان هفت مرد بنشست هند از هفت سه از سه یکی ویراز نام به ویزید ویزیدم که گزید دیگه. خب اد است که یعنی اینجوری هم هست که اسمش وحشاپور نام گووند. یعنی بعضی گفتن ویراز بعضی گفتن وحشاپور. آره یا ویراز همون ویرافه دیگه. دیگه اردا ویراف اون اردا صفتشه، یعنی یعنی ویراف مثلا برگزیده، ویراف پاک کردار، یه همچین چیزی. اردا صفتش اسمش ویراز بوده که بعضی هم میگن اسمش وحشاپور بود. پس آن ویراز چون آن سخن بشنید بر پای ایستاد و دست در بغل نهاد و گفت اگر شما را خوش آید شما مزدی اسنان برخلاف میل من به من منگ مدهید و برای آزمایش دینی نیزه افکنید و اگر نیزه به من رسد با میل به آن جای اهلوان و دروندان روم و این پیغام به درستی ببرم و قلاب پاسخ به راستی آورم. اود پس اوی وراز چیونیش آن سخوان اشنود ابر او پای استاد او دست پد کش کرد اود گفت کو اگر تان سهد اگ این اکام گومند منگ مدهد تا اشما مازدستان امشون نمیتونستم بخونم. آره بد اسکن شده. ور نزک افگند اود اگر نزک اومن رسد کامگومندی ها شویم او آن گیاگی اهلوان اود درووندان اود این پیغام درستی ها برم اود رستی ها آورم راستی ها آورم. این برای چیزش حالا میبینیم بعدن برای اینکه بره به عالم چیز به عالم مثلا مینو بهش آره بهش منگ میخوروندن، یعنی خلاصه مخدر بهش چیز میکردن بهش میخوروندن که بره تو خلسه. خب اون که میگه به من منگ مخورونید بدون میل من میگه خلاصه این کارو شروع نکنید، قبل اینکه این کارو شروع کنید قرعه کشی کنید، اگه قرعه به اسم من افتاد یعنی اینکه انتخاب شما درست بوده و خلاصه من یکی از هفت منو درست انتخاب کردید. اگر تان سهد یعنی چی؟ اگر تان سهد اگیم اگه سزا میبینید سزاوار میبینید اگه شایسته میبینید اکامگومند اینشی در ادامه همجا. خب کامگ آره کامگ یعنی چی؟ یعنی کامه خود کامه مثلا آره کام. رضایت. آها خب
بعد آه یعنی با میل با اومندی هم داشتیم با فیب خاطر به من منگ بدید. اومندی یعنی مثلا کامک اومندی میشه رضایت اومندی. اون ایها هم چی بود؟ قیدساز بود دیگه. یعنی با رضایت خاطر. اگه اون نیزه قرعه تو قرعه کشی اگه نیزه هم به اسم من افتاد کامک اومندی ها شویم، یعنی با رضایت خاطر میروم. اینجا کامک اومندی ها قید میشه برای فعل شدن یا رفتن. این قرعه کشی با نیزه رو چجوری انجام میدادن؟ والا زرتشتی ها نمیدونم، عرب های همچین رسمی داشتن که اسم چیزا رو، اسم اون خلاصه داوطلبا رو، اسم اون کسایی که براشون قرعه کشی میکردن روی چوبی مینوشتن، چوبو میذاشتن توی گردونه میچرخوندن، بعد یه نیزه مینداختن سمت اون گردونه به چوب هر کسی که مینشست مثلا اون برنده بود. یه بار مرور کنیم ببینیم که چیزی نداره. اود پس اوی ویراز چیونیش آن سخفن اشنود، وقتی که این سخن شنود ابر او پای استاد، که مشخصه. او دست پس پد کش کرد، این کش تو شاهنامه مثلا خیلی داشتیم دیگه، میگه دست به کش زد، کش کش یعنی کشاله ران مثلا، نه بغل. آها. آره. و گفت که اگر تان سهد، اگه چیز بکنید اگه نظر درست میرسه، این انتخاب کنید اینی که من انتخاب کردیم به نظرتون درست میرسه؟ دقیقا بفهم. اگر سهد شاید همون سزد باشه ها؟ نه سزد باشه. آره. این کلمه بعد از اگیم رو نگاه کنید، میگه اکامگ اومند. ما یه کامگ اومند داشتیم، یعنی با رضایت. این اک اومده منفیش کرده، یعنی شده بدون رضایت من. میگه اکامک اومند منگ مدهید بدون رضایت من، بدون چیز من. اینجوری که چیز ترجمه کرده، برخلاف میل من به من منگ مدهید. درست. یه اکامک اومند داشتیم، یه کامک اومندی ها. خب مزیستان در نیزک و نیزک ابگنید، اگر نیزک اومن رسید فلان الاخر. و پس از آن مزدیستان نیزه آزمایش دینی رو آوردند. او پس اوشان مزدیستان ور نیزک آورد. ور نیزک دیگه اون ور باز به بنی آزمایش. نخستین بار برای اندیشه نیک، دومین بار برای گفتار نیک، و سومین بار برای کردار نیک، هر سه بار نیزه به سوی ویراز آمد. بدبخت ویراز. فردون بار پد هومت. آره هومت؟ من اینو آره. اینجاشو پهلویشو نگاه نکردم. او دو دیگر بار پد هوخت، او سه دیگر بار پد هوورشت، حرف سه نزگ او وراز آمد. خب هومت داریم و هوخت و هوورشت گفتار نیک، و هوخت میشه گفتار نیک، گفتار از وکه دیگه گفت. آره جا بجا گفتم. خب هوورشت میشه وکه، یعنی چی؟ وک یعنی حرف زدن، اون یعنی در مقام فعل چه توی چیز میگن. آره که ما واکر و واج و اینا رو همه رو ازش گرفتیم. اوکی. به صفت مفعولی که میشه تبدیل به این شده توی پهلوی. ببین اینا همشون یه هو دارن که همون خوبه دیگه. آها. آره. ببینم ببخشید هومت اون متش از همون من اندیشیدنه. آره. یادم نیست چه جوری ساخته شده، نونش کجا رفته، تش از کجا اومده. والا باید منته باشه دیگه ظاهرا، بعد من تو اونجایی که یادم میاد نیا حذف میشه.
نونش توی فرایند ضعیف شدن و صفت فاعلی ساختن از ریشه ضعیف نون حذف میشه. آها. منت میشه متا. مت. آها. آها. خلاصه خوب مت یعنی نیکو اندیشیدن. فردوم یعنی چی؟ نخستین بار. اولین بار آره. فردوم دو دیگر سه دیگر. بالاتر فردوم تر داشتیم. فردوم تر بالا اونجایی که میگن ویراز و بین هفتا مرد انتخاب میکنن. آها آها آها. یه بار به نیت اندیشه نیک انداختن نیزه به اسم این اومده، دفعه دوم برای گفتار نیک انداختن و دفعه سوم برای کردار نیک، هر دفعهش نیزک او ویراز آمد. بعد تا اینجا باشه دیگه، تا سر چپتر دو باشه.